تیم لندر کینگ این کیه این یه مدلی عین برایان هوک این آقای تیم لندر کینگ یک کاسیز همچون الیور ابراهامز یه گوشترازیز همچون آقای رابت مالی که اینهایی که نام بردم تو بخش اقدام برای ایرانن میز ایران در وزارت امور خارجه امریکان این تیم لندر کینگ در بخش یمنه کیه بذاری خود چهرش خیلی هم عرب دوسته با این چهرش خیلی عربا رو دوست داره همش با عربستانی میچرخه اینجا میبینید تصویرش رو دارید میبینید در کنار این مردی که محمد بن زاید اگر اشتباه نکنم و در تصاویر دیگه میبینید اینجا در کنار جان کری همون که امضاش حزمین بود در کنار خلیفه سعودیس نشسته و اینجا هم در کنار عادل جبیر که این هم خیلی ایران ستیز مرتی که مثل مارمولک میمونه این یارو عادل الجبیر دیدی صورتش نگاه کنید مارمولکه بود اون سریال کارتونی رابین هود یه دونه ماره بود که میگه قیش این منو یاره عادل الجبیر میندازه قیش قیش میکرد اون ماره بود که میگه قیش خب حالا انقدر اینا رو قشقش انداختیم می میگفتش که سه ماهه یمن کارش تمومه الان افتاده به قشقش پدر پادشاه پدر پادشاه یمنی پدر مورد در این تیم لیندر که خیلی پرروه. روه رفته تو مجلس سنا همین که اینجا مینی در کنار آدرن جوبر یه سری حرفا زده و استیصال کامل خودشو در برابر همتبالان اریایی و, و هژمون ایران رو نشون داده و گفته آقا ایران و ها پدر ما رو در آوردن تو رو خدا باید یک قدرت بین المللی بیان که حریف بچه های انصار الله باشن بابا شما دیگه چیکار میخواستید بکنید نکنید اولین جنگنده های اعتلاف نامقدس عربیتون که اومدن تمام زمین های کشاورزی این بنده خدا رو بمباران کردن بعدم رفتی بیمارستاناشون رو بمباران کردید که اینا همه زیر کانتکس اگرو تروریس و مدیکال تروریست قرار میگیره وقتی شما می زمین های اینا رو بمباران میکنید این اینکه تروریسم کشاورزی است وقتی که میری بیمارستاناشون رو بمباران میکنی تروریسم دارویی است تروریسم پزشکی است بهش میگن مدیکال تروریسم دیگه چطور تروریستی میخواستید اینجا پدر اینا رو در تمام دور تا دور اینا رو هم که مواصله کردید که به هیچی به اینا نرسه بازم میگی دنیا بیاد به ما کمک کنه درود به شرف این همتباران آریایی حوسی یمنمون که واقعا گل کاشتن درود به شرفشون من صحبت های تیم لندرکین رو یه مقدار بخونم تا عمق فاجعه رو شما بدونید که اینا چقدر حقیرن مردک میگه متاسفانه همه این اقدامات تاثیر بسیار زیادی دارد کما اینکه شاهد حملات بیشتر به پادشاهی سعودی اولا خلافت سعودی پادشاهی واژه پادشاه ارزش داره ریشه اوستایی داره از شهریور میاد پادشاه واقعی و ببین شهریار باید کسی باشه که عدالت رایت کنه باید مردم دوست باشه بایستی با بصیرت باشه من جز آقای خامنه ای پادشاهی نمیبینم شما خلفای سعودی اینا اصلا پادشاهی نمیفهمن چیه پادشاهی واقعی آقای خامنه یه. تا جور برانداز و اصلاح طلب و بیبسیرت و هم هم در بیاد <applause> ما حرفمون رو به کرسی میشونیم بلدیم هم چجوری به کرسی بشونیم حریف ما نمیشید یادتون باشه به ایران قسم حریف ما هیچ کی توی ای چوزه ای نخواهد شد برای که ماها داریم یک حرکت بیاریم. ما توی یک مسیر ریل گذاری شده یه تمدنی داریم حرکت میکنیم کی میخواد جلوی این حرکت تمدنی رو بگیره خندم میگه بعضی میگن ما امید رو پلا از جبه های مختلف کی میخواد جلوی ما رو بگیره خب میگه شاهد حملات بیشتر به پادشاهی سعودی و بالقوه کشورهای دیگر و با دقت بیشتر و مرگباری بیشتری هستیم به همین دلیل یعنی حملات ایران و همتبارانش خیلی گسترده تر شده میگه به همین دلیل این موضوع باعث نگرانی جدی ماست به قول خمینی نگران باشید عصبانی باشید و از این خشم خودتون بترکید باد کنید بعد بترکید نگه متوقف کردن کشتی های حامل کمک های تسلیحاتی به یمن بسیار سخت است از شرک های بین المللی آمریکا مانند عمان برای صد کردن راه های کمک های تسلیحات ایرانی درخواست کمک باید کرد عمان هیچ کاری نمیکنه در برابر ایران یه همچین کارهایی نمیکنه حواسش باشه عمان میگه ان نقش آفرینی سازنده ایران برای برقراری صلح استقبال میکنیم هرچند آمریکا هیچ نشانه ای از این روی کرد ندیده است اه؟ هر زمان که ما میافتیم جلو ما داریم زمین میگیریم الان داریم خودمون میریم مثلا هر وقت بچه حوسی و سرمیره سر میره میگم پاشیم می بریم یه دونه از این پایگاه سعودی رو توی استان جیزانشون بزنیم بعد همینجوری پیاده روی کنیم مثلا یه مثلا قدم غروب یه پیاده روی کنیم تو استان جیزان عربستان یه چهار تا از این های اطلاف عربی هم که برخی هاشون هم از آن سوی دریای سرخ به عنوان مزدور آوردن به این سوی دریای سرخ اینا رو یه چهار تا اسیر بگیریم بریم حال کنیم دیگه دم بچه های حوسی صبح میزنن بعد از ظهر بعد مثلا سر نهارم صبح مثلا بخشای جیزان رو میزنن بعد از ظهر بخشای پالایشگاه نفتیشون رو میزنن سر نهار شامم تلویزیون رو روشن میکنم ببینن کیا محکوم کردن درود به شرفشون اینقدر هم شما حوسیا ها رو محکوم کنید تا بقیهش نگم میگه که نبرد جاری در ماره در مرکز یمن بزرگترین تهدید علیه تلاش های دیپلماتیک برای برقراری صلح است. ای حالا که ماره رو داریم میگیریم قرار پدرتون در بیاد صلح دوست میشن. من این امر و آسا چرا هر زمان شکست میخوان بخورن یه دفعه درفش صلح و برافراشته میکنن. یه ده و اشعری هم داریم که میگن ای اینا میخوان صلح کنن بریم صلح کنیم یه سری هستن که دنبال مذاکره میگن که آمریکا میخواد توبه کنه خاک بر سرت کنم ای حسن روحانی اونم خاک هیچ جای کره زمین رو نمیتونم رو سر خاک گربه هم گربه هم یعنی تیله گربه هم که یعنی تیله خاک گربه هم تو سرت ای حسن روحانی که میگه آمریکا میخواد توبه کنه اینا ابو زمان ها. هر زمان که تو اینا جنگو شروع کردن ما داریم پاسخ میدیم حالا که داریم پیروز میشیم اونا درفش صلحو بر افراش میکنن کنن بعد تو جبهه خودی ما حسن روحانی میگه اینا میخوان توبه کنن بی شرف بعد این آقای لندر کینگ میگه هشدار میدم غلط میکنی هشدار میدم اگر این نبرد متوقف نشود آغازگر موجی از درگیری های شدیدتر و بیثباتی بیشتر خواهیم بود نه آغازگر موجی از درگیری شهید و و بیثباتی نخواهیم بود ما شاهد از دست دادن جایگاه های شما خواهیم بود شاهد از دست دادن سنگرهاتون در یمن خواهیم بود و در بخش های دیگر شاهد خروج آمریکایی خواهیم بود ادامه میده میگه حدود هفتاد هزار آمریکایی در عربستان زندگی میکنن هشدار میدم بزرگترین ترس ما این است که ها در حملات حوسی کشته شوند خیلی نکته مهمی را اشاره کرد هفتاد هزار آمریکایی رفتن عربستان یعنی ببین چقدر عرب... چیز آمریکای شما کارش به کجا رسیده چقدر مزخرفه که هفتاد هزار آمریکایی زندگی در عربستان به شما ترجیح دادن این هفتاد هزار تا نمیدونم حالا بخش نظامیشونه بخشای دیپلماتیکشونه حالا ما بگیم مثلا ده هزار تاشون هم مردم عادی آمریکان ده هزار نفر در آمریکا زندگی در عربستان به آمریکا ترجیح دادن که آمریکا یه زندگی ببخشید فاجعه است اومدیم دیدیم دیگه اصلا میشه تو الان یکی از این حمال ها که هفته 9 ساعت منو فوش میداد تفلک سه ماهه این 6 سال فقط منو فوش میداد سه ماهه داره حمالی میکنه وقت نمیکنه اصلا بیاد فوش بده دیگه یعنی به من فوش نده سکته میکنه همه زندگیشون اینا با موهای سپیدشون امید داناست به من فوش نده سکته میکنه ببین چه حمالی تو آمریکا رخ داده که این تفلک الان سه ماه وقت نمیکنه بیاد <applause> به من فوش بده این زندگی آمریکاییه حالا نگو که این تعداد اومدن در عربستان دارن زندگی میکنن میگه حمایت جمهوری اسلامی ایران از حوسی ها را چشمگیر و مرگبار میدانم باید خواهان کمک بین المللی برای توقف کمک تسلیحاتی ایران به گروه حوسی شد عجب خب بشید دیگه شما که همه جا رو گرفتید که و شما یه چیزی چیزا درک نمیکنید فکر میکنید مثلا روسیا مزدور ما هستن میگم بحثای تمدنی رو چون این آقای لندرکین آخه بحث کشوری که 260 سال به هر حال نهایت قدمت داره 400 سال کشف کرده اونم روی خون بومیان اونجا بعد مثلا میره تو مدارسشون پسر سیاپوس اون یکی دختره چشاش بادومی چینیه این یکی کلا کلسیای اون یکی چشم ابرو مو چشم چشمش هم تخم چشمش هم آبی و چشم آبی و اینا هست همه اینا تو مدرسه بعد میگن ماها یک ملتیم خب چی میدونه تمدن یعنی چی شماها یک ملت وصل و پینه یک ملت مصنوعی هستید مصنوعی هم تازه تعریف داره شما اصلا فاجعه هستید چه اصلا مصنوعی هم بازی تعریف خاص خودشو داره شما پیش از واقعا مصنوعی هستید فرای مصنوعی هستید تو چه میدونی بحثه تمدنی چیه که این بچه های حوسی خودشون روپای خودشون وایستادن بخش قابل توجهی از کمک های ایران متاسفانه مستشاری بوده متاسفانه مستشاری بوده نتونستیم ما به این بچه اون آنچنان کمکی بکنیم و تازه همین هم تو چشم نداری ببینی خب ببخشید شما مزدور استخدام کردی براتون به جنگ. اینا رو عقیده دارن می جنگن. شکست خوردید پررو هستید پرروگریتون هم ادامه میدید ایراد نداره دنیا همینش قشنگه یه عده پررو باشن یه عده هم رو کم کن باشن و بریم جلو ببینیم که چند چندیم دیگه نه کلا حریف قدرش خوبه حیف حیف که شماها حریف قدری هم دیگه برای ایران نیستید یه زمانی بودید ولی هجمون ایران چنان داره گسترده در منطقه میشه امپراتوری ایران چنان داره شکل میگیره شماها رو یواش یواش دیگه عددی هم نمیبینیم آقای لندرکین برو پیش این عرب ها مزدوری تو بکن الان هم این سی سال که خودتون حریف نشدید تازه این همه آدم هم دارن کمکتون کشورهای مختلف دارن که اسرائیل و فرانسه دارن بهتون کمک اطلاعاتی میکنن شما دارید کمک لوجستیکی میکنید این همه باز آخرش میگی تو رو خدا بیای دست به دست هم بدیم ایران نتونه کمک کنه به حوسی ها عاشقتونم یه ایران یک طرف لشکر دشمنان ایران در سطوح گسترده طرف دیگر چقدر زیباست که ایران تنها و متحدان یعنی همتباران آریاییش همواره پیروز این داستان ها هست و این است که به یاری احورامزا ما حاصل خون شهدا حاصل نگاه دقیقای های خامنه حاصل فعالیت های تمدنی سپای قدس در منطقه است و درود به شرفشون سباسگزارم که این برنامه رو توجه کردید همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپرم پاینده ایران بدرود